بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 درس ارتعاشات مکانیکی رو شروع میکنیم. در جلسه گذشته در مورد استفاده از تبدیلات لاپلاس برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر یک سیستم چند درجه آزاد، حالا به طور خاص توی جلسه گذشته یک سیستم دو درجه آزاد رو حل کردیم و نحوه به دست آوردن پاسخ رو صحبت کردیم و اشاره شد که چطور میتونیم از حل تبدیلات لاپلاس، فرکانس ها و شکل مود یک سیستم چند درجه آزاد رو در واقع به دست بیاریم. این جلسه وارد بحث ارتعاشات آزاد یک سیستم 3 درجه آزاد خواهیم شد. من قصدم از این قسمت اینه که شما بتونید تحلیل یک سیستم n درجه آزاد رو انجام بدید، حالا نه لزوماً 2 درجه آزاد یا 3 درجه آزاد، بلکه n درجه آزاد هر درجه آزاد کلی باشه. اینه که مباحثی که توی جلسات گذشته در مورد سیستم 2 درجه آزاد گفته شد رو اینجا بسش می‌نی برای یک سیستم 3 درجه آزاد و اگر خوب دقت کنید به مطالبی که اینجا گفته میشه، اون موقع تحلیل ارتعاشات آزاد یک سیستم n درجه آزاد با n دلخواه رو هم میتونید حتما انجام بدید. بیشتر پس اینه که از 2 به 3 رو اون مفاهیم روابط ماتریسی و برداری که گفته میشه رو خوب درک کنید و بتونید در واقع اینو بستش بدید برای هر سیستم n درجه آزاد. همونطور که تو شکل 18 فصل 5 مشاهده میکنید، یک سیستم 3 درجه آزاد نشون داده شده، یک سیستم 3 درجه آزاد ساده که شامل جرم های M، 2 تا M و 3 تا M هست و استیفنس فنرهایی که این جرم ها رو به هم دیگه وصل میکنه یا این جرم ها رو به تکیگاه ها وصل میکنه، همشون برابر با مقدار K در نظر گرفته شده. 3 درجه آزادی سیستم هم با 3 تا مختصه X1، X2 و X3 در واقع تو این تحلیل بیان شده و برای این سیستم ما از استکاک صرف نظر کردیم و سیستم رو داریم نامیرا در واقع مدل میکنیم، مدل ریاضیش رو میسازیم. اینجا ترسیم آزاد نیرو شتاب این سیستم رسم شده و همینطور میگید برای جرم M اگر جابجایی X1, X2 و X3 در جهت مثبتی که اینجا نشون داده شده رو اعمال کنیم، در واقع این ترسیم آزاد نیروی شتابش خواهد شد که شما میبینید نیروی KX1 از طرف فنر سمت چپ جرم وارد میشه، نیروی K در X1 من X2 به صورت فشاری، چون X1 من X2 گرفتیم، به صورت فشاری به دو تا جرم M و 2M در واقع وارد میشه ناشی از این فنر و ناشی از این فنر هم نیروی K در X2 منهای X3 اونم به صورت فشاری داره به این سیستم وارد میشه و این فنر انتهای سمت راست هم داره نیروی KX رو به جرم 3 تا M در واقع به صورت فشاری وارد میکنه. ترسیم آزاد نیروی هر کدوم از این 3 تا سیستم ها، 3 تا در واقع جرم ها، بایستی معادل باشه با ترسیم آزاد شتابش و همونطور که اینجا میبینید ترسیم آزاد شتاب هم رسم شده مجدد تو همین شکل رسم شده دیگه، من شکل مجزایی نکشتم. ترسیم آزاد نیروهای این جرم بایستی معادل باشه با ترسیم آزاد شتابش که هم هست mx.1 و همینطور برای جرم 2m هم هست 2mx.2 و برای این هم هست mx.3 که شما اینجا مشاهده میکنید. تو شکل 19 در واقع ترسیم آزاد نیروی شتاب رسم شده. حالا اگر رابطه نیوتون رو برای هر کدوم از این جرم ها بنویسید، خواهید رسید به این سه تا معادله‌ای که اینجا شما مشاهده میکنید. معادلات ساده‌ای هستن و رسیدن به اینا خیلی ساده است با توجه به ترسیم آزادی که رسم شده و این برای جرم M نوشته شده، این برای جرم 2M و این برای جرم 3M که شما اینجا مشاهده میکنید. بعد از اینکه معادلات رو به فرم اسکالری نوشتیم، به دست آوردیم در واقع اینا رو به فرم ماتریسی، به فرم فشرده ماتریسی در واقع می‌نویسیم و شما مشاهده می‌کنید که
یه ماتریس جرم 3 درصد تشکیل شده در یه بردار شتابی که اوردر شتاب هم اینجوری جایگزین کردیم x دبل دات 1 x دبل دات 2 و x دبل دات 3 به علاوه ماتریس استیفنسی که در واقع بردار جابجایی x1 x2 و x3 هر طوری که اینجا شماره گذاری شد اینم به همین صورت دیگه یا بالعکس در واقع در نظر گرفته یعنی متناظر این x دبل دات 1 این x1 x دبل دات 2 x2 و x دبل دات 3 هم x در واقع از اون ور سمت راست هم که چون ارتا شده آزاده در واقع صفر بردار صفر در واقع اینجا جایگزین شده. خب هر کدوم از این معادلات رو تو یک سطر این ماتریس جایگزین بکنیم بعد برای اینکه بتونیم ماتریس های جرن و استیفنس در واقع متقارن به دست بیاریم معادله اول که مال جرم M هست یا در واقع جابجایی x1 و شتاب x دبل دات 1 رو تو سطر اول جایگزین کردیم می‌بینید که mx دبل دات 1 اینا که صفرن 2k x1 منهای k x2 و اینا که صفر سری x تو این معادله ما نداره. معادله دوم تو سطر دوم، معادله سوم تو سطر سوم و معادله ماتریسی به این صورت در واقع به دست میاد. پاسخ‌ها رو هم چون حرکت هارمونیکه در واقع سیستم هارمونیکلی داره ارتعاش میکنه میبینید که پاسخ‌ها رو هم به این صورت نوشتیم x1 x2 x3 برابر شده با a1 a2 a3 این a1 a2 a3 دامنه جرم های m 2m و 3m هست که به ترتیب با مختصات x1 x2 و x3 در واقع مشخص میشدن. پس x1 x2 x3 برابر میشه با a1 a2 a3 در سینوس امگا تی به علاوه سای. حالا اگر این پاسخ رو در این معادله ماتریسی جایگزین کنیم، این پاسخ رو در واقع پاسخ فرض شده رو در این معادله ماتریسی جایگزین کنیم، میشه ماتریس کامن های اومگا 2 برابر ماتریس M در A1 A2 A3 در سینوس اومگا تی بالای سای مساوی با 0. سینوس اومگا تی بالای سای گفتیم نمیتونه در همه زمان ها 0 باشه چون این معادله دیفرانسیل و این پاسخ پوزیتیو در هر زمان برقرار باشه، پس این نمیتونه 0 باشه. پس در نتیجه بایستی همین ماتریس کایمن های اومگا 2 برابر ماتریس M در A1 A2 A3 برابر با 0 باشه که اینجا شما مشاهده میکنید. به جای اون ماتریس کایمن های اومگا 2 M هم به جای این ماتریس هم در واقع ماتریس های KM رو جایگزین کردیم، ماتریس های KM رو و با هم دیگه در واقع جمع کردیم، کایمن های اومگا 2 M رو کلا تشکیل دادیم و توی این معادله 108 شما مشاهده میکنید که کایمن های اومگا 2 M به صورت صریح به این صورت در واقع نوشته شده. خب در ادامه برای اینکه بتونیم فرایند رو بهتر پیش ببریم فرض کردیم K یک واحد باشه و M یک واحد، فقط برای اینکه بتونیم پروسه رو در واقع ادامه بدیم K و M رو در واقع یک واحد در واقع فرض کردیم و توی معادلات جایگزین کردیم و این معادله برای اینکه حل بشه پاسخ بدیهیش اینه که خب A1 A2 A3 0 باشه، پاسخ بدیهیش هست. خب پاسخ بدیهی اینجا اگر A1 A2 A3 0 باشه خب X1 X2 X هم 0 خواهد شد، خب به درد ما نمیخوره و با اون چیزی که ما توی تحلیل فیزیکی سیستم کار داریم متفاوته. در نتیجه به دنبال جواب غیر بدیهیش هستیم، جواب غیر بدیهی که دترمینان این ماتریس رو برابر با 0 قرار میده. به عبارت دیگه دترمینان ماتریس کایمن های اومگا 2 ام رو برابر با 0 قرار بدیم، میرسیم به این معادله مشخصه کاراکتریستیک اکویژنی که اینجا شما مشاهده میکنید و تو محاسبه این معادله مشخصا ما فرض کنیم لاندا برابر اومگا 2 باشه مطابق قبل مشابه بحثی که قبلا داشتیم. ریشه های این معادله مشخصه، ریشه های معادله مشخصه در واقع 3 تا هست چون اوردر 3 هست اینجا. خب خیلی اوقات پیدا کردن ریشه های یک معادله مرتبه 3 مشابه این معادله که اینجا نوشته شده شاید پردردسر باشه، ولی اینجا حالا از خودشانسی ما به طریقی چون جمع ذرایع برابر با 0 6 منفی 22 20 و منفی 4 چون جمع ذرایع برابر با 0 پس در نتیجه حتما یه ضریب در واقع 1ه، یکی از ریشه ها در واقع یک هست حتما چون جمع ذرایع برابر با 0 حتما یکی از ریشه ها 1ه و بعد بایستی این معادله مرتبه 3 رو مثلا به لاندای منهای 1 تقسیم کنیم، اون تقسیم چند جمله‌ای که خب داستان مفصلی داره و بعد بتونیم تبدیلش کنیم به این معادله مرتبه 2 و بعد اون معادله مرتبه 2 رو حل کنیم که این لاندا 1 و لاندا 3 به عنوان دو تا ریشه دیگه در واقع محاسبه بشه. اما خب تو دوره نرم افزارهای مختلف مثل نرم افزار MATLAB، MAPLE، MATHEMATICA شما میتونید ریشه های این رو در واقع به سادگی و دستور مشخصی در واقع به دست بیارید. تا
1394 مطلب دستور رودز هست که هر چند جمله‌ای رو بهش بدید میتونه ریشه هاش رو به شما در واقع بده. اینه که خب تو تحلیل سیستم های چند درجه آزاد دردسرا از همینجا شروع میشه، یعنی میرسیم به یه معادله مشخصه که شاید حل دستی براش امکان پذیر نباشه، بایستی با نرم افزار این کار رو انجام بدید. فرایند بایستی در واقع یاد گرفته بشه که نکاتی که اینجا گفته میشه در واقع منتقل بشه و یاد بگیرید که بتونید هر سیستم اندرج آزادی رو به این صورت در واقع تحلیل کنید. حالا به این معادلات این تیپی میرسیم. این معادلات رو خب فرض کنید میتونید با نرم افزارها حل کنید و پاسخش رو در واقع محاسبه کنید. خب پس سه تا ریشه داشت، لاند 1، لاند 2 و لاند 3. این سه تا ریشه، سه تا پاسخ، سه تا فرکانس رو ما خواهد داد. امگا 1 رادیکال لاند 1 هست، امگا 2 رادیکال لاند 2 و امگا 3 رادیکال لاند 3 که به این صورت به دست اومده. گفتیم در واقع لاندها یا امگاها رو از پایین ترین به بالاترین، از کوچکترین به بزرگترین در واقع مرتب کنیم. کوچکترین امگا 1، بعدی امگا 2 تا حالا امگا ان که اینجا حالا امگا 3 هست در واقع. پس فرکانس ها به این صورت به دست اومده، یعنی یه سیستم 3 درجه آزاد سه تا معادله حرکت داشت و سه تا هم فرکانس یا در واقع مقدار ویژه اینجا محاسبه شده. حالا باید بریم سراغ در واقع بردارهای ویژه یا همون شکل متها به عبارت دیگه تو تحلیل ارتعاشی که شما مشاهده میکنید اینجا در واقع این ماتریس کایمن های ام اومگا 2 در آ1 آ2 آسم و سیف صفر ریشه هاش رو که به دست بولیم، ریشه های دتمینان کایمن اومگا 2 ام رو به دست بولیم شده. این برای پیدا کردن در واقع بردارهای ویژه یا شکل متها ما بایستی بست سطرها رو در نظر بگیریم. حالا فرقی نمی کنه، اینجا یک سطر رو از معادلات اندرج آزادمون حذف میکنیم، در کلی یک سطر رو از معادله اندرج آزادمون حذف میکنیم، هر سطر رو میخواییم فرقی نمی کنه، سطر اول، دوم، سوم، هر سطر رو میتونیم حذف کنیم، فرقی نمی کنه. دو تا سطر اینجا حالا تو این سیستم یا N-1 سطر تو یک سیستم اندرج آزاد باقی میمونه. به فرض کنید من سطر سوم حذف کنم، سطر اول و دوم رو بست بدم یا بنویسم. سطر اول و دوم اگه بست بدم به این معادله در واقع 113 میرسم. این اگر سطر اول و دوم معادله 108 رو بست بدم سطر سوم حذف کنم، میشه این ماتریس 2 در 2 که اینجا میبینید، این ماتریس 2 در 2 در آ1 آ2 به علاوه این 0 و منهای 1 0 و منهای کا ضرب در آسه تعریف میکنه، یعنی ماتریس در واقع این سطر اول و دوم بست بدیم یه ماتریس 2 در 2 خواهد شد در آ1 آ2 به علاوه 0 و منفی کا در آسه مساوی با 0 و 0 که در واقع اینجا کاملا مشخص است. خب اگر اینو مرتب کنیم، این رابطه که اینجا نوشته شده بر اساس بست سطر اول و دوم، اگه مرتبش کنیم آ1 آ2 میشه منفی این عبارت در واقع معکوس این عبارت با علامت منفی رو توش میره اون عبارت تساوی در 0 و منهای کا در آسه که اینجا در واقع به این صورت به دست اومده. به عبارت دیگه من با این نوع نوشتن دارم اینو منتقل میکنم که میخوام دامنه های A1 و A2 رو نسبت به آسه نرمالایز کنم، نسبت به آسه در واقع یه جورای بی بود کنم، که اگر من اینجا آسه رو میخوام نرمالایزش کنیم دیگه، آسه رو اگه 1 در نظر بگیرم توی این معادلات، توی این معادله 114 و در واقع به جای اومگا 2، حالا اومگا 2 همون لانداست دیگه، یه بار لاندا 1 بذاریم، یه بار لاندا 2 بذاریم، یه بار لاندا 3 بذاریم، این در واقع معادله 115 به دست میاد. یعنی اگر به جای اومگا 2 اومگا 1 بنام و تو جایگزین کنم یا لاندا 1 اصطلاحاً به جای اومگا 2 جایگزین کنم، A1 A2 تو مود اول، این شماره مود بود دیگه، یعنی مال لاندا 1 مال اومگا 1 در واقع به دست میاد که نسبتش به این صورت است. یعنی اگر A3 رو من 1 بذارم تو مود اول، A1 هست 13-32، A2 هست منفی 5-16، حالا با دو رقم اشاره که اینجا گرد شده و شما میبینید. تو مود دوم اگر A3 رو من 1 بذارم، تو مود دوم در واقع اگر A3 رو 1 بذارم و اومگا 2 رو اینجا جایگزین کنم، A1 به A2 تو مود دوم به دست میاد که A1 تو مود دوم منهای 1 و A2 هم 1 در واقع. به عبارت دیگه اگر A3 رو 1 بذاریم این عبارت اتفاق میفته، این رابطه به دست میاد. همین داستان برای فرکانس مود سوم هست، یعنی اگر A3 رو من 1 جایگزین کنم و اومگا رو اومگا 3، A1 به A2 در مود سوم به دست میاد که A1 میشه 67 و A2 میشه 1-16. خب در نتیجه بردارهای شکل مود نرمالایز شده، بردارهای شکل مود نرمالایز شده در واقع خواهند شد
فی یک تو مود اول بردار شکل نمود تو مود اول که فی یک هست میشه 13-32 منفی 5-16 این از آیک آدوی مود اول به دست اومده دیگه. آسم که همچنان یک چون نرمالایزش که نسبت به آسه دامنه ها رو و فی دو هم مشاهده میکنید که فی دو نرمالایز شده بردار شکل نمود در مود دوم -1 -1 و 1 اینجا -1 جا افتاده -1 باید باشه شما اینجا مشاهده میکنید -1 باید باشه و فی سم میبینید که 67.1-16 و 1 که در واقع مربوط به مود سوم هست 67.1-16 اینجا گرفته شده و آسم که به این صورت فی در واقع این فی که شما میبینید فی در واقع بردار A1, A2, A3 هست تو هر مود دیگه دقت میکنید یعنی خود فی انگار این زعیم برداری که اینجا ایجاد میشه خود فی هست. حالا اگر نرمالایزش کنیم این آسر یک بذاریم میشه بردار نرمالایز شده که اینجا شما در واقع مقدارش رو مشاهده میکنید. خب بعد از محاسبه بردارهای شکل مود نرمالایز شده میره سراغ دیکوپه کردن معادلات و شما میبینید که اینجا ماتریس مودال تشکیل شده. ماتریس مودال قرار بود در واقع هر ستونش یک بردار شکل مود نرمالایز شده باشه و میبینید که ستون اول این ماتریس مودال پی بردار شکل مود اول، ستون دومش بردار شکل مود دوم و ستون سومش بردار شکل مود سوم هست و در نهایت اگر بخوایم معادلات رو دیکوپل کنیم با توجه به اثباتی که قبلا گفته شد توی جلسه گذشته در جلسات گذشته در واقع بایستی معادله پی ترانسپوز ام ضرب در پی این حاصل ضرب سگانه رو داشته باشیم در کیو دبل لات به علاوه پی ترانسپوز کا ضرب در پی در کیو سوی صفر که این حاصل ضرب های سگانه رو بایستی انجام بدیم تا معادلات نسبت به کیو که به عنوان مختصات اصلی هست اصطلاحا دیکاپلد بشه دیکوپل بشه از هم دیگه در واقع جدا بشه و می‌بینید که بعد از اینکه ناصر ضرب رو انجام بدیم حتما می‌رسید به این معادلاتی که مشاهده می‌کنید کیو دبل لات 1 بله امگا 1 به نمود کیو 1 مساوی 3 برای مود اول کیو دبل لات 2 بله امگا 2 به نمود کیو 2 مساوی 3 برای مود دوم و اینم برای مود سوم که پاسخ‌هاش هم به این سادگی در واقع چون به صورت سیستم یک درجه آزاد تبدیل میشه وقتی دیکوپل میشه دیگه میشه پیدا کرد کیو 1 کیو 2 کیو 3 رو و خود x x 2 x هم که در واقع خود x قرار بود p ضرب در q باشه دیگه یعنی بعد از اینکه این کیو ها رو پیدا کردیم به صورت صریح به صورت تابعی از زمان کافی که دوباره توی معادله x برابر با p ضرب در q جایگزین کنیم تا x1 x2 x3 در واقع محاسبه بشه. خب پس در نتیجه تحلیل به این صورت محاسبه شد و انجام شد و پاسخ ها به دست اومدن. در مورد شکل مود ها بچه ها دقت داشته باشید اون شکل مود اول داره میگه 13-32 منفی 5-16 و 1 یعنی به عبارت دیگه داره میگه اگر این یکی رو به اندازه 13-32 جابجا کنیم اینو به اندازه 1 به سمت راست جابجا کنیم اینو باید به اندازه منفی 5-16 یا 5-16 به سمت چپ جابجا کنیم ولش کنیم سیستم رو سیستم تو مود اول ارتعاش میکنه یعنی جرم M و 3 تا M هم جهت هستن با توجه به جهت های X1 و X3 که داریم و همچنین حتی X2 با توجه جهت X1 و X3 داریم و مقادیری که اینجا به دست اومدی به دست اومده 13-32 و 1 یعنی جرم های M و 3 تا M هم جهت حرکت میکنن ولی این اگر دامنش 1 این 13-32 برابر هست 13-32 در واقع و این یکی منفی 5-16 یعنی جرم M و 3 تا M هم جهت ولی جرم 2 M خلاف جهت در واقع حرکت خواهد کرد در مود اول در مود اولی که اینجا ما به دست آوردیم. تو مود دوم داره میگه که جرم های M و 2M در واقع با هم حرکت میکنن هم جهت حرکت میکنن و این دوتا خلاف جهت جرم 3 تا M در واقع حرکت خواهد داشت و همینطور برای مود سوم داره بیان میکنه که در واقع اینجا 67.1-16 و 1 در واقع هر سه تا هم جهت یعنی اگر جرم 3M دامنش در واقع 1 باشه جرم 2M دامنش 1-16 هست و جرم M هم دامنش 67.1 در واقع خواهد بود. خب این از تحلیل سیستم 3 درجه آزاد. یک بخش مونده از این فصل که اونم بحث ارتعاشات اجباری سیستم های چند درجه آزاد هست که این اجازه بدید من توی ویدیوی بعدی در موردش صحبت کنم.